بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سرغاز گفتار نام خداست که رحمت گر و مهربان خلق راست. حمد بی حد شکر بی پایان تو را ای یگان خالق ارض و سما. جست ما را نیست معبود ای اله، مقصد و ملجا ملاز و همپناه. ما فقط یاری ز تو خواهیم و بس، در مقام بندگی در هر نفس. مستعان ما توی یارا فقط، استعانت از سوای تو غلط. جز به فرمان تو ای دانای راز، تو غنی مطلقی ای کار و ساز. کل عالم را به تنهایی تو بس، جز تو را هر کس بخواند ناقص است. کل عالم را به تنهایی تو بس، خلق محتاج تو اندر هر نفس. یاری تو کل عالم را بس است، جز تو را هر کس بخواند ناقص است. غیر تو عاجز فقیر و ناتوان، جمله محتاج تو اندر دو جهان. استعانت از خلایق ناروا، در اعانت اج دارد ما سوا. قادر مطلق تویی ای ذوالجلال، تو سمیعی و بصیر و لایزال. ما شهادت می دهیم ای کردگار، نیست و نبود غیر تو پروردگار. هم محمد بنده ای مرسل تو را، بر مسلمانان عالم مقتدا. بی عدد بی حد صلات و هم سلام، بر محمد مصطفی خیر الانام. هم به روح آل و هم اصحاب او، بر تمام اطرت و احباب او. ای خدا ای ارحم از هر مادری، جز در تو نیست بهر مادری. رهروان راه حق را حفظ کن، شرک و بدعت را بکن ریشه زبون. بر و تقوا را بکن بر ما نصیب، ای خدا ای بندگانت را مجیب. صلی یا رب علی خیر رسول، هادی الخلق الی خیر السبل، و علی آله و صحبه اجمعین. وارحمنا و اللهم و شافی
یا معین. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، به خصوص به بلبلان گلزار نبوی در معهد علوم اسلامی از علامه احسان الهی ظهیر در لاهور و به هدایت شدگان محترم و بینندگان ارجمند، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچرا که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. و خداوند را شاکریم که ما را در گرده بهترین سخن جمع کرده و با تشکر از این که ما را مهمان خانهای خودتون قرار داده اید، از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را، مساکن ما و شما را با نور ایمان و علم و عمل و قرآن و سنت و توحید منور بسازد و از ظلمت و تاریکی بیدینی و بددینی و شرک و خرافه و بدعت و امام تراشی و روزخانی و بقیه سموم اهل بدعت و زلالت که از حوزه های شرکیشون سر می زند پاک و مبرا نگه دارد. و چون این چیزی ممکن نیست مگر با رفتن زیر سایه قرآن و فهمیدن آن. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند رسیدیم به آیه شریفه 66 و 67 از سوره هود. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پس آن قوم نگرفت پندش به گوش، قوم سمود که قوم صالح باشند، حضرت صالح علیه و نبی صلوات و سلام، پند پیغمبرشون را به گوش نگرفتند، همچون که امروز اهل بدعت و زلالت به جای پیغمبر 12 امام بالاتر از پیغمبر تراشیده اند تا به نام دین را خراب کنند و از محتوا خالیش کنند و رضا توحید را به شرک مبدل کرده اند، عبادت را، خدا پرستی را به قبر پرستی مبدل کرده اند و اسم چنین زلالت و غلو و افراط هایی را مکتب اهل بیت گذاشته اند. پس آن قوم نگرفت پندش به گوش، بکردند پی ناقراش شد خموش. پس آنگاه صالح زبان برگشاد، بر ایشان به قهر خدا وعده داد. بمانید در خانه هایتان 3 روز، پس از آن عذابی
پس از بیاید پس از آن عذابی به سوز، که این وعده نبود دروغ این سخن، فرود آید این خشم بر مرد و زن. چو فرمان قهر الهی رسید، بر ایشان عذابی بیامد شدید. همان صالح و مؤمنان را نجات، بدادیم به لطف خود از آن مماد. توانا و قادر بود کردگار، به هرچه بخواهد در انجام کار. بر آن ظالمان قهری آمد فرود، که زنده کسی بامدادش نبود. کسی که با خدا باشه خداوند حفظش میکنه، حتی به قول معروف از دهن شیر. اگه میخوای با عزت باشید همیشه با خداوند باش. اگر میخواهید از هر هم و غمی نجات پیدا کنید با خدا باش. اجعل لربک کل عزک یستقر و یثبت، فاذا اعتززت بمن یموت فان عزک میت. همه فخرت را، عزتت را با خداوند قرار بده تا ثابت بمونه. اگر بگه غیر خدا عزت بجویید، بدون که عزتت رفتنیه. اگر میخوای فخر کنی با خدا باش، با عزت باشی با خدا باش، نه با قبور مردگان که خود نیاز به دعای من شما دارن. همه این امام ها، امامزاده ها، همه اینها به این نیاز دارند که من شما بگیم که ای خدای رحمت شما کن. ولذا در دعای نبوی میخونیم انه لا یذل من والیت ولا یعز من آدیت. ای خدای، کسی که دوست تو باشه ذلیل نمیشه، و کسی که دشمن تو باشه عزت پیدا نمیکنه. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا. وقتی که امر ما فرا رسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند با رحمت خود نجات دادیم از رسوایی چنین روزی. ان ربک هو القوی العزیز، همانا پروردگارت نیرومند و با عزت و شکست ناپذیره، که هیچ قدرتی در مقابل او یارای سربلند کردن نیست. وقتی خداوند خواست عذاب به قوم سرکش سمود وارد بشه، بعد از اینکه مدت ها انذارشون کرد، تهدیدشون کرد، وقتی که همه راه ها تمام شد، وقت اون فرا رسیده که صالح و کسانی رو که به رسالتش ایمان آوردند از هلاک نجات بده، به رحمت خودش اونها رو حفظ کنه و مشرکان و کافران رو هلاک کنه. ان ربک هو القوی العزیز. اینجا این خطاب به جناب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که پروردگارت نیرومند و شکست ناپذیره. این همچون که او رو نجات داده، تو هم میتونه نجات بده، تو هم نجات میده. این تسلی بر اوست، دلداری بر اوست، تقویت اراده شه که کافران رو شکست میده. هیچ کسی را در مقابل او یارای سربلند کردن نیست، هیچ چیزی او را عاجز نمیکنه. و این خودش انذار، هشدار بر کسانی که به رسالت محمدی کفر ورزیدند. انذار و هشداری است که در مقابل رسالت محمدی امام تراشی کردند، قبر پرستی کردند، شیعه بازی کردند، مذاهب زاله درست کردند. خداوند همون خدایه.
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كسانك ظلم كردان إن الشرك لظلم عظيم. بارتن ظلم در منطق قرآن شرك بخداونده. همه ظلم های دیگه نتیجه این ظلم بزرگه. در مساکن خود خشک شده بودند، به زمین افتاده بودند، با یک فریاد گویا کسان وجود نداشتند، گویا کسان محو شدند. صفحه پیچیده شد. انسان وقتی که نافرمانی خدا میکنه، ظلم میکنه، بغی میکنه، چند روزی خداوند فرصت بهش میده، مرگش که میاد گویا که وجود نداشته. خمینی کجاست؟ هیتلر کجاست؟ شارون کجاست؟ شاه اسماعیل صفوی ملعون کجاست؟ نیرون کجاست؟ لنین کجاست؟ استالین کجاست؟ همه اینها در زمان خود قبقبه داشتن. مرگ میاد گویا صفحه اینا رو میپیچه. بعدا میشه یه خبر، بعد از مدتی به فراموشی سپرده میشن، موضوع تمام میشه، لیکن عذابشون تا ابدالعباد ادامه داره. این سرنوشت کافر و مشرکه، سرنوشت بی خدا، بی دین و بد دینه. لیکن مؤمن وقتی به دنیا میاد، خداشناس میشه، مطیع خدا میشه، خداوند یادش رو جاودانه میکنه، محبتش را در دل مؤمنان میندازه. امروز 1442 سال از هجرت نبوی گذشته. امروز شما میری مدینه منوره، داخل مسجد نبی میشی، چه میبینید؟ مسلمانان عالم را از سیاه و سفید و از اشکال مختلف، از هر رنگی، از هر قبیله، از هر ملتی، از آسیا، از اروپا، از امریکا، از مشارق و مغارب زمین، از افریقا، از کشورهای عربی، همه آرزو میکنند که بیان اونجا سلام عرض کنند و گریه میکنند. این شخص چیکار کرده؟ این پیغمبر عظیم و شان چیکار کرده؟ من شما رو به خدا خونده، گفته خدا رو بپرستید، امام نپرستید، عیسی نپرستید، پیغمبران نپرستید، قبر نپرستید، شکم نپرستید، مال نپرستید، مطیع خدا باشید تا عزت دو دنیا دستون برسه. وقتی انسان خداوند را در دنیا میشناسه، خداوند یادش رو در دل مردم میندازه. بزرگان امت رو ببینید، مولانا عبدالعزیز در زاهدان، شیخ بن باز در عربستان، علمای بزرگ در هند، در پاکستان، ده ها صدها عالم بزرگ، ائمه اربعه، صحابه، تابعین، چون خداشناس بودند، محبتشون خداوند در دل من شما انداخته که من شما در نمازهامون دعا میکنیم که خداوند من شما رو پیروان نیک اونها بگردانه. والذین اتبعوهم بإحسان، همچنان که قرآن دستور داده که از اصحاب محمد به نیکویی پیروی کنید. وقتی مؤمن میشید، وقتی خداشناس میشید، خداوند محبت تو در دل دیگران میندازه، یادت همیشگی میشه، با خوشبختان میشی. تفاوت مؤمن با مشرک و دنیا پرست در همین نقطه، اونی که در دنیا میاد شهوت پرست میشه، پیر پرست و قبر پرست میشه، مرگش میاد و صفحش پیچیده میشه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا
فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس. مثالية تانك الزمين مزين ميشي وأهل الزمين فيك مكون عندك برهمي شي قادران امر خدا من مياد شب یا روز همه اینها رو درو میکنه، گویا کسان وجود نداشتن. کو شوروی، کو استعمار پرتغال، کو استعمار انگلیس، کو استعمار هلند، همه اینها دنیا رو در نوردیدن. کجا دلان؟ هر کسی در گوشه خودش جمع شده. کلم یغنو فیها، گویا کسان وجود نداشتن. خانه هاشون کجاست؟ راجب قوم سمود. مساکنشون که در دل کوها خونه درست میکردن کجان؟ سولت جولتشون کجاست؟ هارتپورتشون کجاست؟ عزتشون، جشنهاشون، شب زندداریاشون کجاست؟ و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. کسانی که ظلم کردن صیحه آسمانی، فریاد، ندای آسمانی اونها رو فرا گرفت، چنان خوش شدن در سرزمین هاشون که گویا وجود نداشتن. عذابی را که بر قوم سمود اومد، خداوند یک بار اسمشو صیحه میذاره. در سوره الحاقه آیه پنجم اونو طاغیه مینامه، فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه، همین عذابو. در یک جای دیگه اونو صاعقه مینامه، در سوره فصلات آیه 13 هم، فإن عارضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اگه احراز میکنن، حرفتو گوش نمیکنن، بگو من شما رو به شما خوشدار میدم، همچین صاعقه ای که بر قوم عاد و ثمود نازل شد. در سوره اعراف رجفه مینامدش، زمین لرزه. همه این معانی، صاعقه، صیحه، رجفه، همه اینها از یه حادثه یه حرف میزنه که حادثه سهمگینی که راه نجاتی ازش نیست جز ایمان. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، در خانه هاشون، در مساکنشون، به زانوهاشون افتادن منجمد. که لم یغنوا فیها، گویا کسان وجود نداشتن. الا بیدار باشید، ان ثمود کفروا ربهم. این داستان ها رو که قرآن میاره برای که من شما عبرت بگیریم، کفر نورزیم، ظلم نکنیم، شرک نورزیم، امام تراشی نکنیم، پیر پرستی نکنیم، بتخانه درست نکنیم بنام زیارتگاه، اتباط آلیات مثل شیعیان یا مدیان تشیع در واقع. اونهایی که از خدا دور شدن، خدا من دورشون کرد، نفرینشون کرد، با بدبختان شدن. کلم یغنو فیها، ماده غنی، غنن او غناءن، همه اینا مساویه. معنی غنا یعنی وجود، وجود داشتن یک چیز، وجود چیزی که انسان از چیز دیگه بی‌نیاز میکنه. غنا وجود ماله که انسان از دیگران بی نیاز میکنه. و همچنین صدای خوش الحان و غنا میگن که انسان چون شیفتش میشه که از حرفای دیگر رو نمیخواد بشنوه. کلم یغنو فیها، گویا که اصلا در این خانه ها وجود نداشتن، درو شدن. الا ان ثمود کفروا ربهم، بیدار باشید که قوم ثمود بر پروردگارشون کفر ورزیدن. علت عذابشون اینه، و الا خداوند چرا عذاب بفرسته؟ چرا مرض بفرسته؟ چرا مصیبت بفرسته؟ چرا کرونا بفرسته؟ تا که بازگردید. همه اینها پیامهای خداونده. الا ان ثمود کفروا ربهم، کلمه کفروا معمولا با با متعدی میشه، گفته میشه کفروا بربهم، لیکن اینجا خداوند فرموده کفروا ربهم،
و فرق بین دو تا معنی خیلی بزرگه. کفروا ربهم یعنی که وجودشو پوشیدن، اصلا وجود نداره، گویا که وجود نداره. اما کفروا بربهم یعنی اعتراف وجودش کردن لیکن بهش ایمان نیاوردن. اونجا به ملحدان میگه، اینجا نه. کفروا ربهم رد بر ملحدانه که اصلا به وجود خدا ایمان ندارن و این بالاترین گناهه. گناهی بالاتر از الحاد وجود نداره. الا بعدا لثمود، یعنی مستحق اون عذابی که خداوند برشون نازل کرده. یعنی ای انسان ها، بر ملحدان، بر مشرکانی که عذاب برشون آمده، رحم نکنید. رحمتون اینه اگر دوستشون دارید قبل از اون دعوتشون بکنید، راه درست رو بهشون نشون بدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. Mm-hmm.